بارسلونا ویارئال، شروع لالیگا با رونالد کومان. بارسا در حالی امشب کار خودش رو در لالیگا شروع کرد که از هر لحاظ در بدترین وضعیت تاریخ خودش قرار داشت، با یک مسی زخمی که تنها‌تر از همیشه شده. پس از یک هفته پرحاشیه که تحت تأثیر جدایی لوئیس سوارز از بارسا و پیام لیونل مسی به مناسبت جدایی او قرار داشت، لالیگا از امشب برای بارسلونا شروع شد. همه چیز اما عجیب و ضد نقیض بود. غیر عادی و پیچیده. باشگاه غرق در مشکلات اقتصادیه و نگران از آینده ورزشی و با یک کمپین در مقابلش که سعی در سرنگونی رئیس و هیئت مدیره فعلی داره. در بین این مشکلات نباید مشکلات دیگر رو هم فراموش کنیم. از کمپین بر ضد باشگاه که سعی در انتخابات زود هنگام ریاست داره تا قضیه بارسا گیت که تکلیفش باید در دادگاه روشن بشه. عجیب این که فصل در حالی شروع میشه که 20,687 رای بر علیه رئیس باشگاه جمع‌آوری شد. عجیب که فصل در حالی شروع خواهد شد که جوزپ ماریا بارتومئو رئیس باشگاه شاید مجبور بشه تا چند هفته دیگه پست ریاست رو ترک کنه و برکنار بشه. عجیب تر این که برای اولین بار فصل در حالی شروع خواهد شد که بارسلونا هوادارانش اجازه ورود به ورزشگاه نیو کمپ رو ندارن، در حالی که در چند روز پیش سوپرکاپ اروپا در بوداپست با حضور هواداران و بدون مشکل برگزار شد. کاری که رونالد کومان سرمربی جدید بارسا پیش رو خواهد داشت دشوار و پیچیده است و او در حالی تیمش رو امروز لبانه بازی‌های لالیگا کرد که هنوز تیم کامل رو در اختیار نداره و به دنبال قطعی شدن انتقال بازیکنانی است که از باشگاه درخواست کرده. بدتر از همه این که بارسا فصل انتقالی رو پیش رو داره و باید دوران گذار رو طی کنه. بارسا تحت تأثیر اشتباهات مدیریتی و نیز تبعات اقتصادی شیوع کرونا، بدترین بحران ورزشی، بنیادی و مدیریتی رو تجربه میکنه. این مشکلات سگانه قرار نیست 4 ماه حل بشن و نیاز به یک وعده تغییر عمده در باشگاه برای پشت سر گذاشتن این دوران حس میشه. نیاز به یک بازسازی ساختاری و اتخاذ تصمیماتی درست از جانب مدیران جدید. برعکس این حالت، باشگاه با همین مشکلات ادامه خواهد داد، بدون اینکه بتونه از حیثیت و اعتبار خود از دست رفته خودش رو باز پس بگیره. بارسا بیشتر از همیشه خطر بزرگ تبدیل شدن به میلان جدید رو حس میکنه. بارسا میتونه تبدیل به منچستر یونایتد جدید چه که سالهاست قادر به فتح لیگ برتر و حتی کسب سهمیه و حضور در مراحل پایانی لیگ قهرمانان نیست. امشب در نیو کمپ خالی از تماشاگر فصل جدید برای بارسا شروع شد. فصلی پر از زد و نقیز ها که به شدت آینده باشگاه رو تهدید میکنه. عملکرد لیونل مسی پس از اینکه مجبور به موندن در بارسلونا شد، انتخاباتی که در زودترین حالت ممکن ژانویه خواهد بود و در دیرترین ماه مارس و مشکلات دیگه باعث شد تا فصلی پر از ابهام و پیچیدگی رو برای بارسا آغاز کنه، در حالی که نمونش در تاریخ باشگاه رو به یاد نداریم. ما از همه این داستانا بگذریم، بهترین فرصت برای برگردوندن شور انگیزه به هواداران بارسا مهیا بود. قطعاً بارسا مورد نظر مسی رو شاهم نخواهیم بود، ولی میتونیم بهترین لیونل مسی ممکن رو در میدان ببینیم. تیمی که پتانسیل بهتر شدن رو داره اگر سه بازیکن بتونن در حد و اندازه های ارقامی که برایشون پرداخت شده ظاهر بشن. گریزمان امسال میتونست 100% نسبت به فصل گذشته بهتر کار کنه. دمبله که بالاخره میتونه استعدادش رو نشون بده و مصدومیت‌ها رو شکست بده، و البته کوتینیو نیز بایستی به این درک برسه که فقط با تکنیکش نمیتونه در بارسلونا موفق باشه. بارسا بازی رو با ترکیب نتو، سرژی روبرتو، جرار پیکه، کلمان لنگله، جوردی آلبا، فرانک دیانگ، سرژیو بوسکتس، لیو مسی، کوتینیو، آنسو فاتی و آنتوان گریزمان شروع کرد.